سلام از او سستمانه خدای خدایان، چرا امام حسن تسلیم خلافت معاویه شد اما امام حسین تسلیم خلافت یزید نشد؟ او شیعیان پاسخ میدن که امام حسن سرباز کافی برای جنگ با معاویه نداشت و با معاویه صلح کرد. اما خب مگه امام حسین سرباز کافی برای جنگیدن داشت که صلح نکرد؟ در کربلا امام حسین دانست که دیگه در کوفه جایی برای او نیست و او میدانست که سرباز کافی برای جنگ نداره، میدونست که مقاومت بیفایده است، هیچ راهی نداره. پس چرا مثل حسن صلح نکرد؟ چرا تسلیم نشد؟ در جلد هفتم تاریخ طبری اومده که عبدالملک ابن نوفل میگه که عبدالله ابن زبیر در مکه به مردم گفت، این عبدالله ابن زبیر رو که یادتونه در کلیپ 385 گفتیم که عبدالله ابن زبیر مثل امام حسین از بیعت با یزید امتناع کرد و اینا هر دوشون جداگانه شبانه از مدینه به مکه رفتند. در مکه عبدالله ابن زبیر حسین رو تشویق کرد که از مکه به کوفه بره. بعد که حسین رفت و در میانه راه کشته شد، حالا میگه که عبدالله ابن زبیر در مکه به مردم گفت، مردم عراق خیانتکاران بدکارند بجز اندکی، و مردم کوفه بدترین مردم عراقند. آنها حسین را دعوت کردند که یاریش کنند و وی را به خلافت بردارند، و چون پیش آنها رفت بر او تاختند و گفتند یا تسلیم شو که تو را به مسالمت پیش پسر زیاد بن سمیه فرستیم که حکم خیش را در باره تو روان کند یا جنگ را آماده شو. وی می دانست که او و یارانش اندکند، خدا عز و جل کسی را از غیب مطلع نکرده که کشته خواهد شد، ولی او مرگ شرافت مندانه را بر زندگی بازلت برگزید. پسر زیاد ابن سمیه همون عبیدالله ابن زیاد هست، حاکم کوفه. حسین حاضر نشد که به مسالمت به سلامت به پیش عبیدالله بره و مرگ رو به اون زندگی ترجیح داد. حالا ببینیم که اون زندگی بازلت چی بود که حسین مرگ رو به اون ترجیح داد. در ماجرای کربلا اون زمان که سپاه هور در مقابل حسین قرار گرفت، حسین به هور گفت که خودتون نامه نوشتید و از من خواستید که به کوفه بیام. اگه نمیخواید، اگه آمدن مرا خوش ندارید، از پیش شما باز میگردم و به همان جا میروم که از آن سوی شما آمدم. حسین میگه اگه نمیخواید من برمیگردم مدینه. حسین نامه ها رو جلوی هور به زمین ریخت که نشون بده مردم کوفه ازش خواستن که به کوفه بیاد. هور گفت ما جز به این گروه که به تو نامه نوشتند نیستیم. به ما دستور دادند وقتی به تو رسیدیم از تو جدا نشویم تا پیش عبیدالله ابن زیاد بریم. حسین گفت مرگ از این کار به من نزدیکتر است. مرگ برای حسین از چه کاری نزدیکتره؟ حسین مرگ رو به چه کاری ترجیح میده؟ به بیعت کردن با یزید؟ نه. در ادامه حسین گفت چه میخواهی؟ هور در جوابش گفت به خدا میخواهم تو را پیش عبیدالله ابن زیاد ببرم. حسین گفت در این صورت به خدا با تو نمیایم. اون چه که حسین زیر بار اون نمیرفت، رفتن به پیش عبیدالله ابن زیاد بود. حسین حاضر بود کشته بشه اما به این صورت به پیش عبیدالله نره. عبیدالله ابن زیاد کی بود؟ او در زمان معاویه حاکم بصره شد. او در بصره شورش خوارج رو با خشونت سرکوب کرد. بعد در زمان یزید هم همچنان حاکم بصره بود، اما در اون شورش مردم کوفه یزید او رو به اصطلاح با حفظ سمت، یعنی با حفظ حاکمیتش بر بصره، او رو حاکم کوفه هم کرد، چون میدونست که او از پس آشوب کوفه برمیاد. عبیدالله ابن زیاد کوفه را آروم کرد، مسلم ابن عقیل را کشت و عمر ابن سعد را هم به کربلا فرستاد تا اونجا تکلیف حسین رو روشن کنه. عمر ابن سعد سوی حسین روان شد و چون پیش وی رسید، حسین بدو گفت یکی از سه چیز را بپذیر: یا مرا بگذاری که از همان جا که آمدم بازگردم، یا بگذاری که پیش یزید روم، یا بگذاری سوی مرزها روم. گوید عمر این را قبول کرد، اما عبیدالله بدو نوشت نه و حرمت نیست تا دست در دست من نهد. حسین گفت به خدا هرگز چنین نخواهد شد. حسین حاضر بود برگرد مدینه، حتی حاضر بود بره پیش یزید، یعنی حاضر بود که با یزید بیعت کنه و یا بره در مرزها یک جایی در تبعید زندگی کنه.
عمر ابن سعد این رو قبول کرده بود، اما عبیدالله قبول نکرد. حرف عبیدالله این بود که اول دست در دست من نهد. حسین گفت به خدا هرگز چنین نخواهد شد. حسین حاضر بود دست در دست یزید بگذاره و با او بیعت کنه، اما حاضر نشد که دست در دست عبیدالله بگذاره. مشکل پذیرش خلافت یزید نبود، حسین به اون راضی شده بود. مشکل حسین رفتن به پیش عبیدالله بود نه یزید. حاضر بود بمیره اما دست در دست عبیدالله نگذاره. اما چرا؟ در جای دیگه در کتاب تاریخ طبری اومده که حبیب ابن مظاهر که میدونید از یاران حسین در کربلا بود، حبیب شعری میخواند به این مضمون: ای کسانی که به نسب و ریشه از همه مردم بدترید. اصولا قبل از ظهور اسلام اصل و نسب و ریشه قبیله و طایفه برای اعراب بسیار مهم بود. بعد از ظهور اسلام اعراب مسلمان شدند، اما این مسلمانی جای اون نسب و ریشه قبیله‌ای رو نگرفت. همچنان در اون سرزمین ارزش عرب نه به دین نه به پرهیزکاری بلکه به اصل و نسب او بود. در کربلا چند تن از سپاه دشمن رجزخوانی کردند و از حسین مبارز طلبیدند. خب اگه کسی داوطلب نبرد میشد اول از اصل و نسبش میپرسیدند. گوید عبدالله سوی آنها رفت که گفتندش کیستی؟ و چون نسب خیش بگفت گفتندش که ما تو را نمی شناسیم. زهیر ابن قین بیاید یا حبیب ابن مظاهر یا بریر ابن حزیر، خلاصه حتی برای جنگیدن به دنبال افراد با اصل و نسب بودند. کشتن کسی که ریشه و نسب درست و حسابی نداره افتخاری نبود و کشته شدن به دست چنین کسی اصلا ننگ و ذلت بود. حسین نمیخواست تسلیم عبیدالله ابن زیاد بشه. چرا؟ چون عبیدالله ابن زیاد طایفه درست و حسابی نداشت. پدرش زیاد ابن ابیه بود. زیاد پدر عبیدالله کنیززاده بود و خب کنیزان بسیار مورد تجاوز قرار میگرفتند. اینه که معلوم نبود که بابای زیاد بالاخره کی بوده. برای همین بهش میگفتند زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد فرزند باباش، حالا هر کی بوده. این که اون ابتدا گفتیم عبدالله ابن زبیر در اشاره به عبیدالله او رو پسر زیاد ابن سمیه نام برد، این در واقع از روی طعنه و کنایه بود که یعنی او پسر زیاد ابن سمیه هست، همون زیاد که معلوم نیست باباش کیه، به اسم مامانش صداش میزنند، زیاد ابن سمیه، همون سمیه، اون کنیزی که همه بهش تجاوز کرده بودند. خلاصه طعنه‌ای هست که عبیدالله بی اصل و نسب هست. اصل و نسب خیلی مهم بود. امام حسین حاضر بود که به پیش یزید بره، چه به دست یزید گردن زده بشه و چه با او بیعت کنه، اما حاضر نبود که به پیش عبیدالله ابن زیاد بره. برای حسین این کسر شأن و خفت و خاری بود. حسین حاضر بود بمیره اما چون این ذلتی رو تحمل نکنه که تسلیم یک نفر بی اصل و نسب بشه. یزید خودش اصل و نسب داشت، از نسل ابو سفیان بزرگ خاندان مکه بود. حسین راضی بود که تسلیم یزید بشه اما نه تسلیم عبیدالله. از اون طرف اینکه حسین تسلیم عبیدالله نشه و مستقیم بره پیش یزید یک سرکوفت و تحقیر برای عبیدالله محسوب میشد، که یعنی این بی نسب و بی ارزش و شایسته تسلیم شدن نبوده. برای همین بود که عبیدالله هم اصرار داشت که حسین باید اول به کوفه نزد من بیاد، دست در دست من بگذاره که بگه حسین تسلیم من شد. این بهش عزت میداد. اوه، میبینید که تنها چیزی که اینجا اهمیت نداره موضوع دین و جان زن و بچه و اطرافیان حسینه. امروز شیعیان برای کسی عزاداری می کنند که جان خودش و فرزندان و خانواده خودش رو فدای غیرت قبیلگی و نسب طایفه‌ای خودش کرد. وقتی اسرای کربلا رو به شام به پیش یزید فرستادند، بعد یزید سر و وضعشان را آشفته دید و گفت خدا پسر مرجانه را روسیاه کند، اگر میان وی و شما خویشاوندی یا نزدیکی بود با شما چنین نمی کرد و شما را به این وضع نمی فرستاد. پسر مرجانه همون عبیدالله ابن زیاد رو میگه. مرجانه مادر عبیدالله هم یک کنیز بود. خلاصه یزید میگه این عبیدالله بی اصل و نسب اگه با شما نسبت و خویشاوندی داشت با شما چنین نمی کرد.
یزید با اسرا مهربانی کرد، اونها رو با عزت و احترام در منزل خودش جای داد و سه روز در منزلش عزای حسین برپا کرد. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.